I think the problem has been that both sides don't trust each other. فکر می‌کنم مشکل این است که دو طرف به یکدیگر اعتماد ندارند و برای مصارف داخلی هم هر دو طرف اغلب ترجیح دادند که این حالت بی‌اعتمادی را حفظ کنند. ایران مایل است که از آمریکا و بریتانیا به عنوان شیطان بزرگ و شیطان کوچک یاد کند و آمریکا و بریتانیا هم تا حدودی مایلند که ایران را به عنوان کشوری معرفی کنند که همچنان در جو انقلابی روزهای پرجوش و خروش انقلاب 1357 گیر کرده است. بنابراین باید این اعتماد را برقرار سازیم. این کار را از دو راه می توانیم انجام دهیم. یکی از طریق نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد است. امیدوارم دکتر روحانی با قبول پروتکل الحاقی که ایران در سال 2004 امضا کرده از آن به عنوان سنگ بنایی برای اعتمادسازی در رابطه با برنامه هسته‌ای استفاده کنند. در این حال فکر می‌کنم که آمریکا و بریتانیا می‌توانند تمایل بیشتری برای گفتگوی مستقیم با دولت ایران نشان دهند. این عرصه ای است که ما می‌توانیم به ایران بگوییم که ما نفوذ و موقعیت شما را جدی می‌گیریم و ایران نیز می‌تواند به جهان بگوید که بله، در گذشته ما مشکلاتی با جامعه بین‌المللی داشتیم، ولی اکنون مایلیم که این اعتماد و شفافیت از نو برقرار شود. دولت ایران معتقده که بریتانیا پیوسته نقش خرابکارانه‌ای در صحنه سیاسی ایران داشته. در همون حال بسیاری از مردم در ایران معتقدند که بریتانیا به خاطر منافع مالی خودش به نحوی با مقامات حاکم بر ایران ارتباط داره و پشت پرده با اونها در تماس هستش. پاسخ شما به این دو گروه چیست؟ یادم میاد که در سال 2006 این ادعا نزد من عنوان شد که بریتانیا پاپ آینده را انتخاب کرده است. واقعیت این است که بریتانیا یک عضو جامعه جهانی است با اقتصادی قوی و نیروی نظامی قدرتمند، اما آن نفوذی را که در گذشته داشت دیگر ندارد. بیایید مشکلات داخلی خود، چه اقتصادی و چه سیاسی را به گردن خارجیان نیندازید. ایران حاکم سرنوشت خودش است و بریتانیا و آمریکا دیگر سرزمین‌هایی برای توطئه چینی نیستند. عکس این هم صادق است. ایران مسئول بسیاری از مشکلات آمریکا یا بریتانیا نبوده. ایران در حادثه 11 سپتامبر دست نداشت. آن کار جهادی‌های سنی بود که بیشترشان از عربستان سعودی بودند. به عنوان یک عضو کمیته پارلمان بریتانیا در مورد مسائل مربوط به ایران، این کمیته چه نقشی میتونه ایفا کنه برای بهبود مناسبات بین دو کشور؟ بله، فکر میکنم پارلمان‌های دو کشور میتوانند به پیشبرد روابط کمک کنند. من خودم تقریباً هر ماه سعی کردم همراه با عده‌ای از همکارانم به ایران سفر کنیم، اما ایرانی‌ها به ما اجازه این سفر را ندادند. این به ایجاد اعتماد بین ما کمکی نمی کند. من از ایران می خواهم که با الهام از روح اظهارات رئیس جمهور به هیئت پارلمانی ما اجازه بازدید از آن کشور را بدهد تا ما بتوانیم از مسائل پیش روی ایرانی ها آگاه شویم و بفهمیم که چرا برداشت ایران از جهان متفاوت است.